تخیلی که مرز نمی‌شناسه. دنیایی که در آن نقشه جغرافیا جان می‌گیرد. گورخری که می‌رقصد و دیوی که بشکن می‌زند. در ذهن من یک دیو یه شکل داره، در ذهن شما یه شکل دیگه ای داره. 7 دهه زیستن در دنیای شیرین کودکانه و خلق کردن نقش هایی که نسل های پیاپی با آن زیستند. دنیای کودکانه رو حفظ کردن، آیا این باعث میشه که شما کودکانه به دنیا نگاه کنید، یا اینکه بعدها یاد میگیرید که کودکی چیه و کودکی رو میشناسین؟ این داستان جان گرفتن تصاویر بی جان است در ایران و مردی که به این تصاویر جان بخشید. او را پدر انیمیشن ایران لقب دادند. بیش از 50 سال است که قلمش نقش‌های خیال پرور و تفکر برانگیز میزند. کمتر ایرانی است که با آثار نورالدین زرین کلک آشنا نباشد. از کتاب‌های درسی دوران دبستان گرفته تا کتاب‌های قصه کودکان، نقش قلم او در خیال بچه‌های دیروز و امروز حک شده. اولین مأموریت جدی برای تصویرسازی همین کتاب‌ها بود. یعنی مؤسسه سنتر فرانکلین منو دعوت به همکاری کرد. من در اونجا با یه تیمی که مرکب از زمان زمانی و پرویز کلانتری و بنده و یکی دو نفر دیگه بود، تمام تصویرسازی کتاب‌های درسی ابتدایی از اول تا چهارم نقاشی کردیم و چاپ شد و در مدارس توزیع شد. و هنرمندی با سبکی منحصر به فرد و آوازه‌ای جهانی. به مدت 30 سال بعد از انقلاب بیش از 3 فیلم در خودش نداره، در حالی که در همون 7 سال قبل از انقلاب من بیشتر از 10 فیلم تولید کردم. هنرمندی که فیلم‌های انیمیشن و دیگر آثارش جوایز بین‌المللی زیادی برده. زرین کلک در سال 1316 در مشهد به دنیا آمد و به دلیل شغل پدرش کودکی او در شهرهای مختلف ایران سپری شد. خوشبختانه کودکی من کودکی خوبی بوده، منهای اون قسمتی که دیسیپلین حاکم پدری خیلی به اصطلاح سخت بوده، تحمل زیادی میخواسته. مسئله طلاق و جنگ و دعوا و کشمکش های داخلی خانوادگی وجود نداشته و غیره. اینها برای من یک کودکی مطبوعی رو از خودش باقی گذاشته. اما من این قدر این چیزها رو خیلی بعدها فهمیدم. از همان آغاز عشق به قصه و شور نگارگری در او جاری بود، شوری که بعدها در آثار معروفش هم بازتاب یافت، از جمله در فیلم عتل متل که مصالح آن را تماما نقاشی‌های واقعی کودکان تشکیل می‌دهد. نه
دونستو چون به تو بودن گجستو سیشو بودن هندستو. اون قصه ها به قدری جذاب بود و در جان ما می نشست که من الان بعد از 70 سال یادم نرفته و اونا رو با دقت یادم مونده. قصه های به زبان ترکی مثلا من یادم هست، مادرم برای من میگفت، مادر من از قفقاز آمده و زبان ترکی قفقازی بلد بود، برای ما میگفت و اسم ها اغلبشون ترکی قفقازی بود، ما همون اسما رو به خاطر سپردیم و هنوز هم یادمونه. تفریح در دوره ما یک مداد و یک کاغذ بود، الان هم همینطوره. الان هم ساده ترین و در دسترس ترین نوع بازی هنری همین تصویرسازی یا نقاشی کردن بود. نقشه های جغرافیا رو خیلی دوست داشتم، میکشیدم و بعدها در ذهن ناخودآگاه من اینطوری اتفاق افتاد که همون نقشه هایی که میکشیدم و در خاطر من مونده بود اینها زنده شدن، بیدار شدن و شکل پیدا کردن، هر کدومشون به یک شکل یک حیوانی یا یک موجودی در اومدن و فیلم دیوانه دیوانه هم نتیجه اون بله ذهنیتی است که من از بچگی داشتم. با پایان تحصیلات متوسطه پیچ سرنوشت سازی در مسیر زندگی زرین کلک پیش آمد. من هم مثل بقیه افتادم در مسیر ورود به دانشگاه و چون رشته‌ای که خونده بودم رشته طبیعی بود، اونو منو هدایت کرد به سمت پزشکی چون هیچ نوع مثلا انتخاب دیگه‌ای ما نداشتیم. بدون اینکه مثلا خیلی اشتیاق زیادی داشته باشم به این کار، اما به هر حال درسمو خوب خوندم و دوره دانشگاه رو تمام کردم. چند سالی هم خدمات چیز مثلا پزشکی داشتم. اما تقدیر این بود که دکتر داروساز جوان آینده‌اش را در جایی جز داروخانه دنبال کند. من در کنار تحصیلم و کارم کار نقاشی کردن و تصویرگری رو رها نکرده بودم. از همون دوره سالهای اول دبیرستان و اینها علاقه‌ای به این کار داشتم که اینو منو به صورت یه هابی در آمده بود و منتها من جدیتر از هابی باش رفتار میکردم. سفارش کارهای چیزم میگرفتم، رو جلد کتاب کودکان اینها چاپم میشد و خب همینا خیلی تشویقم میکرد. سر و کارم افتاد با مؤسسه انتشارات فرانکلین. مؤسسه انتشارات فرانکلین در اون سالهایی که من صحبتشو میکنم، یعنی 1340، کارش اول ترجمه کتاب‌های ادبیات آمریکایی بود به زبان فارسی، ولی به سرعت بزرگ شد و رشد کرد و تبدیل شد به یک ناشر غول. زرین کلک به نسلی از هنرمندان پیشرو ایران تعلق دارد که هر یک سبکی ویژه در هنر آفریدند. خاطرات فراوانی مونده با آقای کلانتری که سابقه طولانی تری داریم و از سالهای فرانکلین شروع میشه. خیلی سفرها رفتیم، به طالقان رفتیم باهاشون و شبها رو مهمان خانوادهشون که در طالقان زندگی میکنن بودیم با ایشون و دانشجویان مدرسه انیمیشن، اون مدرسه اولیه که داشتیم، سفرهای علمی هنری میرفتیم که یکیش مثلا به کلاردشت بود، همه ای دانشجوها رو بردیم به کلاردشت، در فضای باز طراحی کردن، آقای دکتر شفایی عکاسی آموزش دادن که پرویز کلانتری طراحی و نقاشی آموزش داد. خاطرات خیلی فراوان و مفصل دارم که جاش شاید جا نباشه، ولی اگر زمانی برسه اینها رو دارم می‌نویسم.
زرین کلک اما در اندیشه جان بخشیدن به نقاشی ها بود. بیان مشکل ترین حس ها و آرزوها و دست نیافتنی ترین زوایای روح و زندگی. زبان بسیار جامعی است برای بیان هر چیز. همه چیز رو به زبان انیمیشن میشه به بهترین شکلی تعریف کرد. اگر انیمیشن آنچنان که سینما همه جا رو در تسلط خودش گرفته، اگر انیمیشن اون همه بودجه نمیخواست، اون همه افورت نمیخواست، اون همه زحمت نداشت، اون همه کوشش لازم نداشت، انیمیشن امروز جای سینما بود. ولی سینما آسونتره، عملیتره، پرکتیکالتره، با یه دونه دوربین و چند تا آموزش کوچولو میشه فیلم ساخت، در حالی که انیمیشن خیلی سخت میشه، واردش رو خیلی سخت میشه، دووم آورد توش و ادامه داد و گران، خیلی گرانه. آن روزها انیمیشن در ایران هنوز در مرحله جنینی بود. ما در اون زمان انیمیشنی نداشتیم، انیمیشن وجود نداشت در ایران. بعدها فهمیدم که برادر رئیس اداره هنرهای زیبا، آقای علی کریمی، برادرش نصرت کریمی، ایشان در اون دفتر انیمیشن سازی میکنه. پیش از آقای نصرت کریمی، آقایی به نام اسفندیار احمدیه اصلا در ایران انیمیشن رو شروع کرده بود. منتها ایشون تحصیلات آکادمیک نداشت و از طرفی هم خب برادرش رئیس اداره هنرهای زیبا نبود که بتونه یک چیزی پیدا بکنه. اما به هر حال ایشون داشت کار میکرد، حتی فیلم کوتاهی 13 ثانیه‌ای هم از قصه های ملا نصرالدین درست کرده بود و خلاصه اینکه قدم اول رو ایشون برداشته بود. ما بایستی احترام ایشون رو حفظ کنیم. دیماه 1344 شاهد رخدادی بزرگ در عرصه فرهنگ و هنر ایران بود. تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بعد که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس شد در سالهای ابتدایی همون 40، من با اونها همکاریم شروع شد. براشون کتاب تصویرسازی کردم، بعد هم دعوت شدم که اصولا برم به مثلا آموزش انیمیشن ببینم، که به بلژیک رفتم و بعد هم تولید فیلم انیمیشن رو از اونجا ما شروع کردیم در کانون پرورش فکری کودکان. برای جان بخشیدن به تصاویر زرین کلک بار سفر بست. سالی که من رفتم به بلژیک حدود 2 سال اونجا مثلا وقت من به آموزش انیمیشن و اینها گذشت، در شهری که استاد من راول سروه دانشکده ای رو تأسیس کرده بود و در اونجا آموزش میداد. کانون پرورش یک پدیده بود، بیشتر از یک مؤسسه بود یا یک انجمن یا سازمان فرهنگی، اصلا یک جریان بود. به این معنی که یک جریانی رو در کشور راه انداخت که تا اون موقع نه تنها بی سابقه بود، بلکه در همه دنیا هم سابقه ای نداشت. و این موضوع رو ما وقتی فهمیدیم که رفتیم به دنیا گردش کردیم و دیدیم کشورهای مختلف، دیدیم هیچ کدامشون کانون پرورش نمیشن. 1350 برای نخستین بار یک انیمیشن ایرانی در یک جشنواره بین المللی شرکت کرد.
من هنوز مشغول درس خوندن بودم در بلژیک، اما فیلم پایان سال اول یا دومم بود که فرستاده بودم برای فستیوال و نمایش دادن، یعنی در غیبت من در حقیقت نمایش دادن، اما اولین باری بود که ایران در فستیوال فیلم های کودکان و جوانان شرکت داشت، فیلم های انیمیشنش. در فیلم های انیمیشن زرین کلک طنز خاصی جاری بود که وجه مشخصه کاریش شد. زرین کلک خستگی ناپذیر به آفرینش ادامه می داد. و حالا زرین کلک در اندیشه آموزش انیمیشن به شکلی روشمند بود. فیلم امیر حمزه رو به کانون پیشنهاد کردم، کانون موافقت کرد و من شروع کردم به پری پروداکشن یا پیش تولید این فیلم. مراحل اولیه‌اش که گذشت متوجه شدم که این فیلم در تو اون شرایط قابل تولید نیست، به دلیل اینکه من دست تنها هستم و انیماتور که تیم منو باید تشکیل بده نداریم. این بود که به کانون پیشنهاد کردم یه جایی رو تأسیس کنیم، یه آموزشی بدیم، عده‌ای رو آماده کار بکنیم، بعد اونها رو استخدام کانون بکنیم و فیلم رو بسازیم. از همون جا بود که ایده مدرسه انیمیشن پیدا شد و کانون هم دنبالش رو گرفت. حتی به خود من مأموریت داد که این مدرسه رو بسازم. حمزه دلدار و گور دلگیر داستان شاهزاده است که عاشق دختر پادشاه می شود، اما معشوق در دام طلسم دیوی که خود را به شکل وزیر اعظم درآورده گرفتار شده و به شکل گور خر درآمده است. این فیلم برنده دیپلم افتخار جشنواره بین المللی جیفونی ایتالیا شد. بعضی از کارهای من رو دیگران بیشتر از من می پسندن. مثلا وقتی که من فیلم امیر حمزه رو ساختم، خودم خیلی راضی نبودم ازش و فکر میکردم که برای خودم واقعا یک تست بود، یه آزمون بود، میخواستم یک نوع استیلی رو، یک نوع تکنیکی رو استفاده بکنم که ببینم چجوری جواب میده و بعد از جواب استفاده بکنم تکلیفش رو روشن کنم. انجمن فیلمسازان انیمیشن از قدیمی‌ترین انجمن‌های هنری کشور ماست. در تعریف جهانیش اسمش آسیفاست. آسیفا پیش از اون، 10 سال پیش از اون در فرانسه با همکاری و اشتراک مساعی
چند فیلمساز انیمیشن برجسته دنیا تشکیل شده بود، یعنی در دهه 1970 تشکیل شده بود. من اولین آشناییم با این انجمن در فستیوال انیسی 1970، همون موقع دانشجو بودم در بلژیک، با این انجمن آشنا شدم، با وظایف شرح حالشون و عضو اون انجمن بین المللی شدم. از اونجا به بعد رو وقتی رفتم به ایران، این انجمن رو در ایران پیشنهاد کردم و شاگردهای اون مدرسه عضو انجمن شدن و انجمن آسیفای ایران رو تشکیل دادیم. انیمیشن در ایران رو به باریدن و شکوفایی می رفت، اما طوفانی در راه بود که همه چیز را فرو پاشید. شروع انقلاب که همه جا رو تعطیل کرد، دانشگاه ما رو هم تعطیل کرد، رشته ما هم تعطیل شد و همه شاگردها نیمه کاره برگشتن به خونه هاشون و نتوانستن دانشکده رو تموم بکنن. زرین کلک از کار و تدریس محروم شد و دو دهه جلای وطن کرد. زمانی این شرایط فراهم شد برای من که من از سفر آمریکا برگشتم به ایران، در حقیقت بعد از اینکه اون سالهای 80 و 90 رو در آمریکا گذروندم برای ساختن فیلم سندباد، به ایران برگشتم و تا شروع زندگی مجدد ایرانی خودم یک شکاف وجود داشت. اون شکاف به وسیله نقاشی کردن ها پر شد. مدارس زیادی به صورت آزاد، آموزشگاه کار انیمیشن رو ادامه میدن، اما اون چیزی که بهش هرگز نرسیدن و با این روش هم نمیتونن برسن شیوهی بود که در کانون پرورش فکری جاری بود و اسباب تعالی یا پیشرفت فیلمسازی انیمیشن در ایران میشد، که چون مبانی عوض شده دیگه اون هدف ها در دسترس نیست. آدمیزاد موجود پوسکولفتیه، آقا بسیار پوسکولفتر از اون چی که با خودش فکر میکنه. خب اگه از من یه روزی این سوال رو میکردین که این اتفاقات برام نیفتاده بود، بهتون میگفتم که طاقت نمی آوردم. ولی امروز که سوال میکنین میگم خب همش رو طاقت آوردم و یه چیزی رو جانشین اون چیز دیگه کردم. نورالدین زرین کلک، پدر انیمیشن ایران، پدری نگران برای آینده فرزندش.
برای بچه‌ام خیلی دلم می‌سوزه. اصلاً بچه خوب بزرگ نشده، بسیار ناقص و کج و کوله بزرگ شده و اون فرزند برومندی که باید انتظارشو بکشیم در این موجود ضعیف و دست و پا شکسته پیدا نشده.